موشک‌های دوربرد حزب الله برای ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین، پروازها در میدان هوایی بن گوریون مختل شد. تصمیم نهایی حمله اسرائیل بر ایران گرفته شد. هواپیمای روسی در آسمان سودان مورد هدف قرار گرفت و ساقط شد. و ایرلند تحریم‌های اقتصادی مستقل علیه اسرائیل اعمال می‌کند. پس پول‌های حزب الله از کجا می‌رسند؟ این پول‌ها از دو منبع اصلی به دست می‌آید. یا از شهروندان لبنانی به سرقت می‌رود یا توسط جمهوری اسلامی ایران به لبنان قاچاق می‌گردد. سامانه‌های اسرائیلی اصلی که موشک‌های دوربرد حزب الله به اسرائیل و پس از در آمدن زنگ خطر در شهرک‌های اسرائیلی خبر دادند. رسانه‌های اسرائیلی اصلی که موشک‌های دوربرد حزب الله به اسرائیل و فعال شدن سامانه‌های دفاعی هوایی پیکان گزارش دادند. بر اساس این گزارش زنگ‌های خطر در کتسلین در جولان به صدا درآمد و رسانه‌های اسرائیلی از حملات موشکی به جنوب جولان خبر دادند. صداهای انفجارهای مهیب در حیفا، کتسلین، ایمیک و هولا شنیده شد. زنگ‌های خطر همچنین در شهرهای الجلیل قبلی و شرق نهاریو به صدا درآمد. رسانه‌های اسرائیلی همچنین از به صدا درآمدن زنگ‌های خطر در جولان و نهاریو از بیم نفوذ پهپادهای حزب الله خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها زنگ‌های خطر همچنین در سنیر واقع در حزب الجلیل، میروم در جنوب جولان و نهاریو در شمال اسرائیل به صدا درآمد. در همین ارتباط جنبش حزب الله لبنان ویدیوی از حمله موشکی به شهرک روشبینا و شهر صف نشر کرده است و اسرائیل مدعی است که این پهپادها را رهگیری کرده است. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند انتظار می‌رود که حزب الله استفاده از پهپادها را افزایش دهد، که دلیل آن دشوار بودن شناسایی و رهگیری پهپاد و یا دقت آنها است. این رسانه‌ها همچنین افزود فعالیت فرودگاه بن گوریون به دلیل وجود یک شای مشکوک متوقف شد و دوباره فعال شده و فعالیت آن از سر گرفته شده است. از سوی دیگر حزب الله اعلام کرد که موشک‌های زمین به هوا به سمت هواپیمای دشمن بر فراز منطقه زهرانی شلیک کرده و آنها را وادار به ترک آسمان لبنان کردند. جنبش حزب الله در واکنش بر تجاوز اسرائیل و هدف قرار دادن غیر نظامیان، موازی و شهرک‌های اسرائیلی را در شمال هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار می‌دهد. همزمان منابع رسانه‌ای در اسرائیل گفتند که سامانه‌های بندر حیفا مورد حملات سایبری قرار گرفتن که از حمله قریب الوقوع موشکی به این بندر خبر می‌دهد. شبکه کان اسرائیل اعلام کرد که کارکنان بندر حیفا از دریافت پیامک‌های سامانه‌های این بندر خبر دادند، که در آن تاکید شده است این بندر به‌زودی هدف حمله موشکی قرار خواهد گرفت. این حمله سایبری همزمان با حمله موشکی در مناطق ساحلی تل‌آویو صورت گرفته تا نگرانی‌ها در مورد حمله احتمالی به بندر حیفا نیز تقویت شود. همچنین شاخه نظامی حماس اعلام کرد گروهی از نظامیان ارتش اسرائیل را در اردوگاه جبالیا در کمین سنگین گرفتار کرده است. گردانهای قسام با صدور بیانیه از کمین جدید و سنگین برای نظامیان یگانه مهندس ارتش اسرائیل در غرب اردوگاه جبالیا واقع در شمال غزه خبر. بر اساس اعلام گردانهای قسام، تا این کمین مبارزان گردانها رسیدن یک تانک، یک نفر بر و دو بلدوزر نظامی اسرائیلی عامل شمار جبهه‌های انفجاری بسیار ویرانگر بود رصد کردند. امین موسوی فرمانده کل ارتش ایران اعلام کرده است تهران تهدید بر حمله اتمی دریافت کرد و پاسخ آن این بود که پاسخ در همان سطح و اندازه خواهد بود. یک کارشناس نظامی در مورد اسناد افشا شده در باره حمله اسرائیل بر ایران اعلام کرد. اسرائیل قطعا روی وعده صادق 3 و 4 حساب کرده است. می‌خواهند یک بازی شطرنج درست کنند که صحنه سمت تنش بیشتر برود. آنچه در متن سند آمده است این است که 56 موشک بالستیک هواپرتاب بر ایران از دو طرف شلیک شود. یک نوع از موشک ها راک نام دارد. کسی که اصلا نمی داند این چه نوع موشک است. کارشناسان روابط بین المللی در توضیح حمله احتمال اسرائیل به ایران گفت اسرائیل نمی تواند از آسمان خودش موشک به سمت ایران شلیک کند و نقص دارد به آسمان ایران بیاید. درباره نقشه جدید اسرائیل بر علیه ایران گفت موشک هایی که قرار است استفاده شود پیشرفته ترین موشک ها است که زیر هواپیما و جت های نظیر F-15، F-16 و F-35 می تواند قرار بگیرد و برد آن
بین 700 تا 900 کیلومتر است. مخصوصا موشک را که نوشتشت موشک های هوا به زمین است، این توانایی بگونه است که اسرائیل نمیتواند از آسمان خودش بزند و نه قصد دارد به آسمان ایران برود. به این دلیل نمیخواهد به آسمان ایران برود، چرا که ترس از درگیر شدن پدافند ایران را دارد. وای ازود پدافندهای خوب از خرمشهر و غیره داریم که اسرائیل نمیخواهد به آسمان ایران بیاید. این قرار گرفتن در 700 و یا 800 کیلومتر یعنی احتمال خیلی زیاد اسرائیل میخواهد از کشورهای همسایه ما استفاده کند و این نکته حیاتی و استراتژیک برای ما است که این اقدام قرار است با هماهنگی کشورها در پشت پرده قرار گیرد و یا خیر. او ادامه داد به این معنی اصلا به کشورها اطلاع نمیدهد و با قلدودی بدون اطلاع از آسمان آنها استفاده می کند و این با توجه به سفر منطقه دیپلماسی عراقچی در هفته گذشته که تقریبا بر همه کشورها سفر کرد و در مورد این موضوع رایزنی کرد. رسانه های روسی گزارش دادند که یک هواپیمای باری روسی که احتمالاً عامل شهروندان روسی بوده است در سودان هدف قرار گرفته و ساقط شده است. گزارش های اولیه حاکی از آن است که هواپیمای ترابری ایلوشن 76 تیر در غرب سودان سقوط کرد. سفارت روسیه در سودان در پی تلاش برای روشن کردن جزئیات ماجرا است. تعداد دقیق افرادی که در این حادثه کشته و یا زخمی شدن هنوز معلوم نیست. بعد از اینکه کشورهای حامی اسرائیل تلاش ایرلند و اسپانیا را در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه اسرائیل ناکام گذاشتند، دولت ایرلند اعلام تحریم های مستقل را اعمال می کند. با گزارش رسانه ها، روزنامه ابری زبان گلوبس در گزارش در این رابطه نوشت ایرلند در حال تدارک برای اعمال تحریم های اقتصادی مستقل علیه اسرائیل است. اسلونی و لوکازامبورگ جریان حامی فلسطینیان را در این قاره تشکیل می دهد و تلاش کرده بودند تا مانی صادرات تولیدات اسرائیل با اروپا به ویژه تولیدات غذایی و صنعتیش. در بخش دیگری از گزارش گلوبس آمده است که اتحادیه اروپا بزرگترین شرکت تجاری اسرائیل است که حجم مبادلات آن در سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار می رسید. در این بین از ابتدای سال جاری میلادی ایرلند و اسپانیا و چند کشور دیگر خواهان تعلیق توافق شرکت بین اتحادیه اروپا و اسرائیل شدند. این امر مورد حمایت جوز پرول کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا هم قرار گرفت، اما کشورهای حامی اسرائیل به ویژه اتریش و آلمان مانع تحقق این امر شد. ایرلند و اسپانیا تاکید داشتند با توجه به حکم دادگاه و دادگستری بین المللی در لایحه‌ای که جولای گذشته صادر شد و اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل را غیر قانونی اعلام کرد، این کار باید انجام می شد. در همین راستا سیمون هریس نخست وزیر ایرلند هفته جاری اعلام کرد که تلاش ها را برای اعمال مجازات های اقتصادی علیه اسرائیل انجام می دهد و معتقد است که کشورهای اروپایی به اجرای شدن این حکم کمک کنند. پس پول های حزب الله از کجا می رسند؟ این پول ها از دو منبع اصلی به دست می آید، یا از شهروندان لبنانی به سرقت می رود یا توسط جمهوری اسلامی ایران به لبنان قاچاق می گردد. بیایید ببینیم این کار چگونه انجام می شود. از ایران پول به سه روش اصلی ارسال می شود: از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نفت و پول را از راه دریایی و زمینی به سوریه منتقل می نماید. نفت در سوریه به شرکت های مختلفی فروخته می شود، به عنوان مثال به شرکت BS که در تصاحب خانواده قاطرچی قرار دارد. ریاست این شرکت بر عهده برا قاطرچی بود که طی دهه گذشته تا زمان کشته شدنش در جوان 2024 روند واردات نفت را رهبری می کرد. بدین روش ده ها میلیون دلار از طریق واحد انتقال حزب الله به خاک لبنان منتقل و به جیب حزب الله سرازیر شده است. در ضمن جمهوری اسلامی ایران پولی را که از فروش مستقل نفت نیروی قدس به دست می آید تحت پوشش دیپلماتیک مستقیما به سفارت ایران در بیروت می فرستد و از آنجا این پول یک راست به دست حزب الله می رسد. حزب الله تحت حمایت ایران ابتکارات اقتصادی بیشتری از جمله واردات گاز به سوریه و ساخت کارخانه ها در سوریه، لبنان، یمن و ترکیه را ترویج می کند. این ابتکارات نیز پول های هنگفتی را به جیب این سازمان تروریستی وارد می سازد. و چه کسی این محور درآمد را مدیریت می کند؟ با محمد جعفر قصیر، فرمانده واحد انتقال و مدیر مالی حزب الله که در سراسر جهان تحت تعقیب بود و در اوایل اکتبر در بیروت به هلاکت رسید آشنا شوید.
و در آخر آنچه که از ایران نمی‌آید مستقیماً از جیب شهروندان لبنانی تأمین می‌گردد. بدین معنی که حزب الله از سیستم‌های بهداشت، آموزش، کارت‌های رفاه اجتماعی و به ویژه انجمن خود، یعنی انجمن قرض‌الحسنه، برای کسب سود به بهای جیب ساکنان لبنان بهره برداری می‌کند. حزب الله از بحران شدید اقتصادی در لبنان سوء استفاده می‌کند تا شهروندانش را به یک سیستم اقتصادی جداگانه تحت کنترل خود سوق دهد. حزب الله از طریق انجمن قرض‌الحسنه پول شهروند دانی که برای زنده ماندن به آن نیاز دارند را غصب می نماید. اگر در وضعیت اجتماعی دیگری بودیم، این پولها باید صرف بازسازی کشور می شد و نه برای تولید موشک. این دو روش تامین مالی، یعنی ایران و شهروندان لبنان، به مخزن پولی تبدیل می شود که در اختیار حزب الله است. مخزنی که در شعب انجمن قرض‌الحسنه و به گونه‌ای پریسا به هم متصل هستش. ورود بلینکن، حملات اسرائیل در لبنان، امکان و احتمال واکنش اسرائیل به جمهوری اسلامی، همه اینها در امروز به عنوان خبرهای روز تلقی میشه. دقایقی پیش اویخای ادری، سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل، از مناطق حبیره در داهیه خواست که ساکنان اون خونهاشون را تخلیه کنن. گفت که ارتش اسرائیل به زودی حملات سنگین دارد در اونجا آغاز میکنه. حملات به شدت ادامه داره پس از آنکه بانک های قرض‌الحسنه در تمامی لبنان، هم در جنوب هم در بیروت، مورد هدف قرار گرفت. حملات ارتش اسرائیل همچنان ادامه داره و پایان نگرفته. امروز تصاویری را دیدیم که مردم در کنار برخی از این بانک ها به دنبال تکه ها و پودرهای طلایی هستند که بعد از انفجار ممکن استش که در گوشه کنار داهیه یافت بشه. دیروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی از این بانک ها زیر اون مقدار زیادی طلا و پولهایی بوده که جمهوری اسلامی برای حزب الله لبنان فرستاده بوده و ارتش اسرائیل اون را بمباران کرده. در همان حال، همانطور که گفتم، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم امروز وارد اسرائیل شد. قرار هست با بنیامین نتانیاهو و همچنین یوآف گالانت وزیر دفاع و رئیس جمهور اسرائیل یتزحاک هرتزوگ دیدار بکنه. ورود بلینکن به اسرائیل در سایه تلاش های بیوقفه ایالات متحده هستش که تلاش میکنه که تنش ها را در اسرائیل کاهش بده و همچنین در تمامی جبهه هایی که در حال حاضر اسرائیل در اون باها در جنگ هستش. اما از همه مهمتر مسئله واکنش اسرائیل به حمله موشکی بالیستیک جمهوری اسلامی هستش که قرار هستش در اون مورد صحبت بکنه. امروز خبر تازه ای هم رسید، همانطوری که گفتی، در الحدث به نقل از منابعی میگوید که تحقیقات اسرائیل نشون میده که جمهوری اسلامی مستقیما در شلیک پهباد به خانه نتانیاهو نقش داشته. افرادی در سفارت ایران در بیروت در این تلاش دخیل بودند. برخی از وزرا به خاطر این خبر و همچنین تلاش برای هدف قرار دادن خانه نتانیاهو خواستار واکنش شدیدتر اسرائیل و جمهوری اسلامی هستند.